به نام خدا. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدین. یکی از حرفای بیپای و اساس وهابیون اینه که اموات و مردگان صدای ما رو نمیشنوند. پس در نتیجه زیارت اهل قبور بیفایده است و باید ترک بشه. وهابیت برای این حرف پوچ به آیه استناد میکنه که در ادامه ویدیو بهش اشاره میکنم. اگه خاطرتون باشه دو تا کلیپ قبلا ساختم، یکی درباره این که برای اموات چیکار کنیم و دومی هم درباره این بود که چرا با وجود بهشت و جهنم تو قیامت مردگان به عالم برزخ منتقل میشن. اگه ندیدین لینکش رو با عنوان از قبر تا قیامت آخر همین ویدیو قرار میدم تا ببینین. امروز و تو این ویدیو ابتدا به آیه مورد اشاره وهابیت میپردازیم و بعد از باطل کردن ادعاشون آیاتی از قرآن میاریم که اثبات میکنه اموات صدای ما رو میشنون. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. وهابیون با استناد به آیه 80 سوره نمل مدعیان که اموات صدای ما رو نمیشنوند. این آیه میفرماید مسلماً تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمیتوانی کران را هنگامی که روی برمیگردانند و پشت میکنند فراخوانی. ابن قیم جوزی شاگرد ابن تیمیه درباره این آیه شریفه میگه سیاق آیه دلالت میکنه بر اینکه کافر دل مرده قدرت شنیدن نداره تا نفع ببره. همان گونه که مرده های در قبر چیزی نمیشنوند و مقصود خدای سبحان این نیست که اصحاب قبور هیچ چیز نمیشنوند. چگونه این مطلب صحیح باشد در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده که اموات صدای کفش تشییع کنندگان را میشنوند و نیز خبر داده که کشته های بدر کلام و خطابش را شنیدند و نیز درود فرستادن بر ایشان را به صیغه خطاب که برای حاضری است که میشنود را مشروع دانسته است و نیز خبر داده به این که هر کس بر برادر مؤمنش سلام کند او جوابش را می دهد. اگه خیلی ساده بخوام بگم این آیه مربوط به میت داخل قبر نیست، مربوط به آدمای زنده‌ایه که قلبشون مرده و بر اثر گناه زیاد سنگ دل شدن و به تعبیر قرآن گمراه تر از حیوانات هستند. خداوند در این باره می فرماید به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم. آنها دلها و عقلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند. آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراهتر. اینان همان غافلان هستند چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند. حسن ابن علی شافعی از دیگر علمای اهل سنت میگه این آیه دلیل بر اونه که کفاری که اصرار بر باطل دارن هرگز از تذکر و موعظه بعد از اون که با حال کفر از دنیا رفتن نفع نمیبرن. همونطور که مردهایی که بر قبرهاشون وارد شدن و از تذکر و موعظه‌ای که به اونها میدی نفع نمیبرن و خداوند متعال این کفاری که اصرار بر کفر دارن رو از این جهت به مردها تشبیه کرده و این مطلبیه که اهل تفسیر بر اون تصریح کردن. طبری دیگر عالم سنی در تفسیر این آیه شریفه میگه نمیشه حق رو به کسایی که خدا بر قلبشون مهر زده برسونی و تو قدرت نداری که صدات رو به کسانی برسونی که خدا جلوی قدرت شنیدن رو ازشون گرفته. با توجه به قسمت انتهایی آیه که میگه هنگامی که پشت کنند معلوم میشه کفار از دین خدا روی برگردوندن و کفر بر قلب اونا غلبه کرده که به حرف حق گوش نمیدن، چنانکه قرآن میفرماید آنها کران گنگ ها و کورانند لذا از راه خطا باز نمی گردند. از آیاتی که نشانگر شنیدن مردگان صالح که در حقیقت مرده نیستند می باشد آیه ایست که طی آن خداوند متعال خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟ آیات دیگه‌ای وجود داره که ناظر به شنیدن مردگان بی ایمانه. خداوند متعال درباره حضرت صالح و قومش می‌فرماید سرانجام زمین لرزه آنها را فرا گرفت و صبحگاهان تنها جسم بی جانشان در خانه‌هاشان باقی مانده بود. صالح از آنها روی برتافت و گفت ای قوم
من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و شرط خیرخواهی را انجام دادم، ولی چه کنم که شما خیرخواهان را دوست ندارید. از اینکه حضرت صالح با قوم خود سخن گفته معلوم میشه که اموات در عالم برزخ میشنوند. همین مسئله برای حضرت شعیب هم پیش اومد که پس از هلاکت قوم خودش با اونها حرف زد و گفتاری مشابه حضرت صالح داشت. از عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر شب که نوبت عایشه بود به قبرستان بقی می رفت و می فرمود هیچ مردی نیست که به زیارت قبر برادرش برود و نزدش بنشیند جز آن که نسبت به او انس می گیرد و جواب او را می دهد تا آن شخص از آن مکان برخیزد. از انس ابن مالک نقل شده وقتی فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی سلام الله علیه از دنیا رحلت نمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر او وارد شد و کنار سر او نشست و فرمود رحمت خدا بر تو ای مادرم، تو برای من بعد از مادرم مادری می کردی، به خودت گرسنگی می دادی ولی مرا سیر می کردی و خودت برهنه بودی ولی مرا می پوشاندی، خودت را از بهترین غذاها محروم می کردی ولی به من آن غذاها را می دادی و قصدت از این کارها رضایت خدا و اجر اخروی بود. شیخ محمود شلتوت از علمای اهل سنت میگه اون چه که از آثار دینی استفاده میشه اینه که روح از بدن انسان بیرون میاد و مرگ تحقق پیدا میکنه و اون روح دارای ادراک باقی میمونه و سلام بر خود رو میشنوه و کسی رو که به زیارت قبرش بیاد میشناسه و لذت نعمت و درد آتش رو درک میکنه. ابن قیم جوزی دیگر عالم سنی میگه پیشینیان بر این مطلب اجماع دارن و خبرهای متواتر از اون رسیده که میت زیارت افراد زنده از او رو میفهمه و از اون خوشحال میشه. ابن تیمیه پایه‌گذار اصلی وهابیت میگه اما اینکه میت صدای قرائت‌ها و دیگر امور رو میشنوه این امر حقه و همچنین طایفه‌ای از علما از اصحاب احمد این مطلب رو ذکر کردن و در این باره آثاری رو یادآور شدن که میت از گناهانی که نزد او انجام میگیره آزار میبینه و گاهی نیز گفته میشه که میت به آنچه از قرائت قرآن و ذکر خدا میشه متنعم میشه و بهره میبره. بنابراین ادعای وهابیت طبق قرآن و سنت باطله و ترس اونها از زیارت اهل قبور رفتن پسری بر سر مزار پدر یا زیارت قبر مادری توسط دخترش نیست، بلکه اونها قصد دارن با طرح چنین مباحثی تشکیک ایجاد کنن و شیعیان رو از زیارت قبور مطهر ائمه منع کنن. اونها از پیاده روی اربعین میترسن که میلیون ها زائر اعم از شیعه و سنی و مسیحی و بودایی از جای جای جهان زمزمه کنار قدم های جابر رو در مسیر نجف به کربلا ورد زبان و لبشون میکنن. امیدوارم از تماشای این ویدیو هم لذت برده باشید و برای شما مفید فایده باشه. در ادامه و بعد از خداحافظی من کلیپ هایی در ارتباط با این کلیپ برای شما به نمایش در میاد. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.